مستقیم با سلام من آنیتا محمدزاده هستم مشاور املاک در تورنتو کانادا خوشحال هستم با برنامه دیگه از شبکه آی تی سی در خدمت همه هموطنان ایرانی زبان در همه جای دنیا هستم امیدوارم برنامه من مفید باشه برای تصمیماتی که در آینده میخواید برای سرمایه گذاری در خرید و فروش ملک در تورنتو کانادا بگیرید اول از همه به چند تا سوالی که دوستان من برای من تکس کرده بودن یا از طریق ایمیل برای من فرستاده بودن جواب میدیم سال اول خانم مقدم بودن که برای من تکس دادن و گفتن آیا این تکسی که شما دفعه پیش برای ما صحبت کردید به عنوان خریداران خارجی در اتاوا هم در واقع چیز هستش انجام میشه یعنی اپلای میشه برای خریداران خارجی یا بقیه نقاط کانادا ببینید من یه چیزی رو توضیح بدم قوانین کانادا دو مدل هستن یه نوع قوانین فدرال هستن که به صورت در واقع کلی چیز میشه تصمیم گیری میشه یک سری قوانین استانی هستن که بنا به هر استان تصمیم گیری میشه در سال 2016 در کانادا در واقع پرایس خرید و فروش ملک در تورنتو و شهر ونکوور از بریتیش کلمبیا بسیار زیاد شده بود مردم دیگه یعنی قادر به خرید نبودن و سرمایه گذاران خارجی به خصوص چاینیزایی که حالا دوستانی که تجربه سال 2016 رو دارن میدونن وارد مارکت کانادا شده بودن برای خرید و فروش و قیمت ها اینجا نجومی یا تصاعدی داشت بالا میرفت برای همین برای دو شهر تورنتو و ونکوور در واقع قانون خریدار خارجی گذاشته شد مالیات بر خرید برای خریداران خارجی کسانی که در واقع ساکن کانادا نیستند و پی آر کانادا رو ندارن یا کد ملی کانادا رو ندارن اصطلاحاً پس در شهرهای دیگه کانادا و استانهای دیگه همونطور که خرید و فروش بسیار آروم و خیلی سلو هستش یعنی شما یه ملکی رو میخرید انتظارم نداری در مثلا پنج سال گذشته این ملک خیلی خیلی زیاد رشد قیمت داشته باشه از اون طرف هم در واقع مالیات خریدار خارجی و این چیزها رو ندارید پس این مالیات خریدار خارجی در حال حاضر داره در دو استان در واقع آنتاریو و در بریتیش کلمبیا در واقع انجام میشه و اپلای میشه خانم مقدم سوالشون از من این بود که آیا خرید کاندو یا خرید لند یا خونه در اتاوا که بهتر هستش ببینید من دو تا خارم مقدم سوال شما رو اینجوری جواب میدم اولا بستگی به شرایط خودتون داره که چقدر پول دارید و دوم اینه که من در حوزه فعالیت من در تورنتو کانادا هستش و دوستانی که زنگ میزنن مثلا به ما میگن که در کیچنر یا شهرهای مختلف نمیدونم کبک مونتریال اینها برای ما خونه بخرید ما اونجا دامنه فعالیت من نیستش و کسی رو هم رکامند نمی کنم چون خودم تجربه کار با کسی رو ندارم بهترین حالت این هستش برای دوستانی که خارج از تورنتو بزرگ میخوان خرید و فروش ملک بکنن گوگل کنن ریویو ایجنت ها رو بخونن ببینن کدومشون در کدوم استان فعالیت میکنن چقدر در واقع اینها اکسپریانس دارن چقدر تجربه کاری دارن خونه هایی که فروختن خونه هایی که خریدن همه چی در گوگل خدا رو شکری پیدا میشه و بعد تصمیم بگیرید که با کی از اون شهر خرید و فروش انجام بدید و سال دیگه که انجام داده بودن برای من آقای مرادی روی واتساپ تکس کرده بودن سال در رابطه با خرید و فروش در واقع پیش خرید هستش که مبحث این سری ما هستش آقای مرادی سوال کردن آیا پول در پیش خرید ملک خورده میشه یا نه من این رو توضیح میدم در برنامه امروز و سوال بعدی که دوستان کرده بودن از من این بود آیا کسی که تا به حال پاش به خانه که کانادا نرسیده میتونه ملک بخره یا نه ببینید برای پیش خرید برای اگر که شما بخواید خونه یا هر چیزی که سند قراره به نامتون زده بشه بخرید بهترین حالت این هستش یعنی بهترین حالت که نه زمانی که شما اصلا سند رو امضا میکنید در ایران شما میرید محضر سند اسناد رو امضا میکنید و سند رو تحویل میگیرید اینجا شما دفتر در واقع وکلا میرید وکیل خودتون میرید وکیلی که کار کلوزینگ شما را انجام داده و سند رو به نام شما انجام داده در حضور وکیل اسناد رو باید امضا کنید و بعد سند رو تحویل بگیرید پس حضور فیزیکی شخص برای خرید باید در کانادا باشه حالا در رابطه با املاک پیش خرید که ما پیشنهاد کردیم برای خارجی هایی که یعنی ایرانی هایی که مقیم ایران هستند و میخوان در کانادا سرمایه گذاری کنند ببینید شما تا یک سال یک سال و نیم پیش باید شما توی دفتر یه وکیل حتما برگه ها رو امضا میکردید یا توی خود آفیس سلز پر... یعنی سلز آفیس امضا میکردید حضور فیزیکی خودتون لازم بود اما اتفاقی که افتاد با اومدن نرم افزار در واقع داکیو که تایید میکنه خریدار کسی هستش پرسونال یعنی شخص حقیقی هست که داره برگاه رو امضا میکنه حضور فیزیکی شما دیگه نیاز نیست اما سوال اینجاست شما وقتی که پرداخت رو انجام میدید چک باید در وجه در واقع بیلدر یا سازنده ملک بنویسید و اون چک باید از حساب شخصی شما خارج بشه یعنی دوستانی که میگن ما تا به حال پامون به خاک کانادا نرسیده و میخوایم پیش خرید انجام بدیم جواب سالشون این هستش که اینها شاید وقتی توی کانادا نیستن بتونن پیش خرید و انجام بدن و از طریق داکیو ساین امضا بکنن برگه ها رو که در واقع شخصیت حقیقی اینها رو داکیوسان بخواد تایید بکنه اما حتما باید قبلش تورنتو اومده باشد کانادا اومده باشن یه حساب بانکی داشته باشن چون ها باید از حساب بانکی خارج بشه و به بیلدر داده بشه از حساب بانکی شخص چون بیلدر رسیدها رو به نام شخص خریدار در واقع صادر میکنه بعد از اینکه چک ها برداشت میشه خب حالا میریم به پسی که قرار بود صحبت کنیم امروز دربارش ما قرار بود امروز در رابطه با هزینه های مخفی که برای پیش ساخته ها وجود داره با شما صحبت بکنیم هزینه های مخفی یا هیدن ها که هستش چیا هستش البته اینها از طریق وکلای شما به شما اعداد کاملش اعلام میشه ولی من میخوام یه توضیح کاملی درباره این به شما بدم شما بدونید زمانی که ملکی رو میخرید یا پیش ساخته ای رو میخرید چه هزینه های دیگه ای رو بعدها موقع کلوزینگ باید انجام بدید ببینید وقتی که یک قرارداد پری کانستراکشن رو میذارن جلوتون میگن خب مثلا 600 اسکوئر فیت زیر بنا هستش در طبقه مثلا سی شما میخواید بخرید 600 هزار دلار این 600 این اولا زیربنا رو این در واقع یونیت رو شما سلز آفیس تشریف میبرید کاملا به شما نشون میدن ویوی پنج سال آینده خونه شما چی هست اگه قرار ویو بلاک بشه یا ویوی کاملا کلیر دارید یا کاملا تمیز هست ویو و ویو رو میتونید ببینید هیچ چیزی مانع دیده شما نمیشه که بهش میگن کلیر ویو به شما نشون میدن و به شما میگن این, این مدل خونه هسته شما این وسیله ها توش به کار میره حتی یکی دو تا سامپل براتون درست میکنن درست کردن در واقع توی سلز آفیس ها گذاشتن میبینید که خب مثلا وسیله هایی که به کار رفته یخچال فریزر گاز اپلاینسی که به کار میره توی ساختمون چه چیزهایی هستش اینها رو به شما نشون میدن و در واقع قرارداد رو به شما میدن میگن شما 600 هزار دلار بابت این یونیت که در حال حاضر دارید میبینید باید پرداخت کنید وقتی که میخواید اون یونیت رو بخرید اول از همه 5 هزار دلار شما یک درافت به نام شرکت خریدار در شرکت فروشنده که اعلام میشه به شما میگیرید درافت چی هستش درافت اصطلاح ما هست برای چک بین بانکی در کانادا چک رمزدار که مشخص از این چک از حساب شما که دقیقا این عدد توش بوده خارج شده شما چک رو میبرید میدید دفتر در واقع سلز آفیسی ها خریدار سلز پرسنی که به شما اینو فروخته همراه با ایجنتی که هستش کامل به شما ویو رو توضیح میده همه چیز رو توضیح میده و قرارداد رو به نام شما در واقع می نویسن. قرارداد از پیش تعیین شده هستش اصولا بیلدرها این قراردادها رو دادن و خودشون نوشتن و قراردادها فقط اسم و فامیل شما و آدرس شما توی اون قرارداد در واقع وارد میشه شما فکر نکنید برای هر شخصی یه قرارداد خاص نوشته میشه نه حالا این رو به شما میدن اما این به معذله این نیست که شما الان اون ملک رو خریدید این در هولد شما میمونه یعنی شما در مدت ده روز اون ملک رو دارید و شما هستید که تصمیم میگیرید آیا این ملک رو میخواید یا نمیخواید این ملک این قرارداد رو میبرید پیش وکیل خودتون که خودتون تعیین میکنید چه کسی هستش یا اصولا با کمک ایجنتتون بهتون میگن چه کسی وکیلتون هستش میبرید پیش وکیل خودتون قرارداد رو میذارید وکیل برای شما قرارداد رو میخونه اصولا چیزهایی که توی اون قرارداد نوشته شده اول این هستش که آیا شما چون امروز ملک رو قراره بخرید قراره چهار سال دیگه یک کاندو رو تحویل بگیرید حالا اگر هاوس باشه خب یک سال یک سال و نیمه بعد ولی اگر کاندو باشه یا در واقع اصطلاح آپارتمان باشه توی ایران ما بهش میگیم برج برج سازی شد داره سازی یا سازی میشه شما تقریبا سه تا چهار سال بعد قراره اون ملک رو تحویل بگیرید حتی تا زمانهایی تا 5 سال هم در واقع کشیده میشه حالا این مدت یعنی کشیده میشه بازه زمانی حالا این سوال هستش چه چیزایی توی اون قرار داد از طریق وکیل نوشته شده که شما باید بهشون توجه کنید اولین چیزی که باید بهش توجه بکنید این هستش که آیا شما در مدت چهار سال اجازه دارید این ملک رو به در واقع کس دیگه واگذار کنید یا نه به اصطلاح ما میگیم اساینمنت انجام بشه یعنی از ناه نام خریداری که الان داره خرید رو انجام میده به نام یه خریدار دیگه منتقل بشه که خب خیلی هم دوستان این کار رو انجام میدن یعنی قبل از اینکه این خونه بخواد سندش با خورده بشه وامش گرفته بشه به مرحله سود ره سود ره دهی رسیده و میرن در واقع ملک رو میفروشن قبل از اینکه سند زده بشه خب شما باید ببینید این حق رو دارید یا نه و اگر این حق رو دارید قرار چقدر در ازاش به بیلدر پول بدید بیلدر مثلا میگه شما اجازه اسایمنت دارید ولی باید 5000 دلار به من پول بدید 3000 دلار به من پول بدید یا گاهی اوقات بیلدر میگه اسایمنت فری هستش یعنی پولی لازم نیست بدید و ببرید به نام کس ای سند رو منتقل کنید پولتون رو بگیرید پس اولین مسئله این هستش که باید دقت کنید. مسئله دوم ببینید سه تا هزینه دیگه دارید که شما باید در نظر داشته باشید. هزینه دوم که دوباره در اون قرارداد ذکر شده. بهش میگیم لویز یا بیلدرفی حالا براتون توضیح میدم ببینید توی ایران وقتی ما یه ملکی رو میخریم میخوایم تغییر کاربری بدیم این ملک رو یه هزینه هایی رو به شهرداری پرداخت میکنیم مثل هزینه آموزش پرورش پارک نمیدونم جدول کشی اینها رو در ایران اون کسی که داره ملک رو میسازه تغییر کاربری میده پرداخت میکنه هزینه رو اضافه میکنه به هزینه ها یا کاست هایی که توی ساخت اون ملک در واقع انجام شده اوکی؟ اما در اینجا بیلدر این هزینه رو پرداخت نمیکنه و وقتی قرار خریدار به نام خودش سند بزنه به در واقع شهرداری پرداخت میکنه این هزینه همون هزینه پارک در واقع مدرسه یا در واقع پارک هستش که خب خریداری که قرار یک آپارتمان رو بخره قرار از در واقع مزایای شهری اونم استفاده کنه و خودش پرداخت میکنه این هزینه رو یا بیلدرفی رو شما باید پرداخت کنید و این جز به اون 600 هزار دلاری که یا مبلغی که خرید کاندوی شما انجام میشه نیست این رو جدا باید پرداخت بکنید و بهش وام تعلق نمیگیره یعنی نمیتونید بگید خب 600 هزار دلار به طور مثال دارم یا آپارتمان میخرم 10 هزار تا هم اینجا دارم بهش اضافه میکنیم نه این بعد به صورت نقد روزی که سند به نامتون زده میشه در واقع خریده بشه از ملک حالا ببینید اینجا دست بیلدر بازه دیگه ممکنه مثلا به شما بگه اوکی ده هزار دلار هزینه روز کلوزینگ شما که میخواید سند بزنید بگه خب ده هزار دلار هزینه بیلدر فیتونه بیس هزار دلار هزینه بیلدر فیتون هست اینجا هستش که شما باید دقت بکنید که هزینه بیلدر فی کپ میشه از طریق بیلدر ای کپ میشه یعنی یک سقف براش قرار میدن یعنی به شما میگن اوکی شما قرار این مبلغ رو بدید شما بیلدر فی میدید اما بیلدر بیلدرفی شما مثلا یه چیزی حدود در واقع ده هزار دلاره پونزه هزار دلاره اگر مکسیموم یعنی مثلا بیشتر از این سخت بشه بیلدر هستش که باید این رو پرداخت کنه چرا؟ چون کپ کرده اصطلاحا یا سقف رو بسته روی عددی که به شما اعلام کرده و سومین در واقع هزینه ای که هستش که توی اون قرارداد نوشته شده هزینه در واقع ببخشید دومین هزینه که توی قرارداد نوشته شده هزینه هایی هستش که از شما جدا شارژ میشه مثلا چه هزینه هایی ببینید اینا میگن که این کاندو 600 اسکوئر فیت به طور مثال 600 هزار دلار قیمتشه اما قرار اسموک دیتکتور توی این خونه بخوره برفر اسموک دیتکتور یعنی اون دودای مثلا سیگار و اینا که میکشید آژیر خطر میزنه خب میگن دو تا اسموک دیتکتور میخواد هر کدوم 500 دلار نمیدونم مثلا این این تیکه رو میخواد 300 دلار اینو میخواد 400 دلار وقتی شما اونها رو جمع میزنید میبینید یه حدود 5 هزار دلار هم اونجا اضافه میشه به مبلغ خرید شما که خوشبختانه اینجا کار ایجنت های شما هستش از طریق ایجنتی که خریدید میتونه با بیلدر یا وکیل بیلدر نگوشیت کنه و اصولا یه مقداری از این خرید ها یا این قیمت ها رو میبرن توی دل در واقع خریدی که انجام دادید که اینجا باید نگوشیت بشه اما اگر نگوشیت نکنید و قبول کنید قرارداد رو خب در انتها هم باید همون عدد رو بدید سومین در واقع هزینه ای که شما باید بدید که توی اون قرارداد ذکر نشده ولی شما باید توی ذهنتون داشته باشید ببینید این هستش یه برفرض مثال مثالی که براتون میزنیم یه برج در ایران ساخته میشه سی طبقه داره بیلدر شروع میکنه از طبقه اول واحدها رو در واقع تحویل خریدارها دادن خب کسی که داره طبقه اول ماه اول تحویل میگیره با کسی که مثلا ماه سیوم داره طبقه سیوم رو تحویل میگیره تقریبا این یکی سی ماه زودتر یا بیست ماه زودتر در واقع ملک رو تحویل گرفته خب این میتونه بره تو اون خونه بشینه میتونه خونهش رو اجاره بده و صد درصد با کسی که طبقه مثلا بالا رو تحویل گرفته خیلی مثلا دیر یکی نیست برای همین بیلدر میاد یه مبلغی به نام اکوپانسیفی از شما میگیره اکوپانسیفی چه مبلغی هست مبلغی که شما اونجا رو در واقع اکوپاید کردید یا تصرف کردید دارید زندگی میکنید این مبلغ از وام بانکی شما که قرار باشه مانسلی پرداخت کنید کمتر هستش یه مقدار خیلی کمی کمتر هستش اما مسئله اینجا هستش که دقت کنید این عددی که شما میدید هر ماه نه روی مبلغ خرید شما محاسبه میشه نه روی وام شما محاسبه میشه یعنی شما اگر یه ملک 600 سکوئر فیتی رو 600 هزار دلار خریدید سه ماه یا ده ماه بستگی داره که به شما ملک تحویل داده باشده باشه اینها رو خریدید و اومدید در واقع رفتید توش نشستید نمیتونید بگی خب من ده ماه ماهی دو هزار دلار دادم به بیلدر خب و من 20 هزار دلار دادم باید از 600 هزار دلارم کم بشه نه اون هزینه هستش که شما به بیلدر دادید بابت اینکه میتونید خونه خودتون رو در واقع تحویل بدید برید تو خونه بشینید و دیگه اجاره ندید یا اینکه مستجر بیارید و از مستجرتون شارژ بکنید پس این سه تا هزینه رو که توی هزینه‌ای که شما با بیلدر قرار داد میکنید نیست رو در نظر بگیرید وقتی دارید پیش ساخته میخرید حتما این رو در نظر بگیرید درباره در ریز اینها حتما از وکیلتون حتما از ایجنتتون سوال کنید چون کاملا اونها در جریان هستن اعداد رو میدونن و شما در مدت ده روز وقت دارید از روزی که اون قرارداد 5000 دلار رو در واقع امضا کردید یه دادید به بیلدر شما وقت دارید تصمیم بگیرید میگن این اعداد رو دارید آیا میخواد یا نمیخواد شما اگر بگید بله من میخوام میرید به توی پروسه بعدی که چک هاتون رو میدید به بیلدر مثلا حالا چند درصد قرار شما رو تا زمان که آپارتمان رو بهتون تحویل بدن یا خونه رو به شما تحویل بدن چقدر باید پرداخت کنید این رو دیگه میرید وارد اون مسائل میشید یا هم اگر نمیخواید اون قرارداد رو برمیدارید خودتون میرید دفتر بیلدر با با ایجنتی که باهتون بوده و میگید که خب من این قرارداد رو نمیخوام عین چک 5000 دلار شما بدون هیچ عددی کم و کس به شما تحویل داده میشه و آرزوی سلامتی براتون کرده میشه انشالله که بتونید از این اعدادی که من بهتون گفتم استفاده کنید برای اینکه انشالله وقتی دارید ملکی رو میخرید حتما حتما بدونید که چه در واقع کاست های اضافی کنار اون خرید شما انجام میشه. این کاست هایی بود که برای پیشخرید انجام میشه و سال آقای مرادی که به من پرسیده بودن آیا توی پیشخرید پول خورده میشه یا نه. این سوال سال قشنگیه خیلی میشه جای بحث داره که انشالله در جلسات بعدی من براتون حتما توضیحش میدم؟ بله. اینجا هم ممکنه که بیلدرها اعلام ورشکستگی بکنن بگن که ما پول کم آوردیم نمیتونیم بسازیم اما پول شما خورده نمیشه چون بیلدرها روی یه دونه اینشورنس هستن به نام اینشورنس تریون اگر بیلدر از روزی که با شما قرارداد بسته تا پنج سال بعد نتونه ملک رو تحویل بده حالا اون هم توی قرارداد شما ذکر شده یعنی وکیل براتون میخونه تا چه تاریخی تریون تضمین میکنه اگر که به شما این رو پرداخت نکنه یعنی بیلدر به شما ملک رو تحویل نده تریون عین پولی که به شما داده رو شما به بیلدر دادید رو عین اون پول رو به شما پرداخت میکنه البته در بعضی مواقع داریم مثلا ادمنستریشن و اینا یه دو سه هزار دلاری شاید از پول شما کم بشه ولی کل پول از شما از بین نمیره تنها ضرری که از شما روی این دیل انجام دادین این هستش که چهار سال پولتون دست کسی بوده برای همین لطفا زمانی که ملکی رو پیش خرید میکنید حتما حتما ببینید بیلدرتون چه کسی هست سابقه بیلدر آپارتمان هایی که قبلا ساخته, ساخته رو از ایجنتتون بخواد ببره بهتون نشون بده چون یه اصطلاح داریم ما میگه مش نشانه خروار هستش دیگه اگر یه دونه هم ساخته باشه دو تا هم ساخته باشه شما وقتی وارد اون برج بشید میبینید نمونه کار بیلدر رو چطوری به کارش تعهد داره چی کار میکنه حتما ریپیوتیشن بیلدرها رو بخونید حتما نمونه کارهاشون رو ببینید مثلا اگر ایجنتی به شما میگه خب این پروژه خیلی پروژه خوبی هست لوکیشن خیلی لوکیشن خوبی هست بله 100 درصد ایجنت ها به شما درست رکامند میکنن ولی سوال هایی که شما باید توی ذهنتون باشه و از ایجنتتون بپرسید بگید نمونه کار این بیلدر کدوم بوده قبلا چی ساخته میتونی ببری به من نشون بدی این پروژه رو کی استارت زده کی ساخته و باز اگر گوگل کنید میتونید درباره پروژه هایی که بیلدر ساخته ریپیوتیشنش همه چیز بخونید و بعد تصمیم بگیرید چون دارید سرمایه گذاری میکنید در تورنتو کانادا و قرار این سرمایه در واقع تبدیل به احسن بشه در انتها من ازتون خدافزی میکنم متشکرم که تا این لحظه با من بودین امیدوارم جواب سوالاتون رو در خیلی موارد گرفته باشید اگر سوال دیگه دارید حتما ایمیل من info@anitamohammadzadeh.com هستش یا روی وبسایت من anitamohammadzadeh.com برید تلفن من کسانی که از خارج برای خارج از تورنتو برای من پیغام میذارن +1 647 94 5 هستش یعنی به اضافه یک 647 949 45 5 هستش و خوشحال میشم پاسخگوی سوالات شما باشم خدا ارتباط مستقیم